زیگیل سلام. سلام، صدا میاد؟ بله میاد، بگو. حالا جان میخواستم سلام بکنم و ازت تشکر کنم و باید اون برنامه من خیلی استفاده میکنم. از اون باورم نمیشه الان یه دفعه اومدم بالا، اولین باری که میام بالا، ولی از برنامه خیلی استفاده میکنم. مرسی مرسی زیگیل جان، ممنون که خواهش میکنم، ببخشید تو حرفت پریدم، ولی واقعا واسه من عجیبه که تو اینقدر ویو کم میگیری. یعنی من واسه هم عجیبه، فکر میکنی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تعداد، یکی اینکه تعداد ویدیوهامون انقدر زیاد کردیم که وقتی که این کار رو تو یوتیوب میکنی معمولا ویوات پخش میشه، به جایی که همهشون بره ویوهاش بالا، یوتیوب پخشش میکنه بین ویدیوهات. یکی هم اینه که یک کاری هم که ما داریم میکنیم، به جایی که من روی جذابیت ویدیوها تاکید داشته باشم، خیلی میخوام، یعنی برنامه ها رو فلسفیش کردیم، از نظر سیاسی مقدار وارد یه سری چیزایی شدیم که به نظر من مهمه، ولی از نظر جذابیت رو ببینیم. مثلا ما قبیله‌گرا نیستیم، خیلی یعنی از لحاظ، ببین، خیلی مثلا من میتونم بیام اینجا صبح تا شب مثلا به جمهوری اسلامی فوش بدم، یا یعنی که بیام داد و بیداد کنم که مثلا اسلام چقدر خطرناکه و مردم میان خوششون میاد، خب یعنی آره اسلام مثلا خاک تو سر جمهوری اسلامی، اسلام واقعا، این یه شعار بدم، یه چیزایی بگم که مثلا از لحاظ احساسی مثلا واقعا مردم احساس کنن احتیاج دارن و بیام مثلا من قهرمانشون بشم، بیا پشتم مثلا بگید آره آرمین بگو اینا، مثلا میدونی، مثلا بیان یه شوه که بیان من بزنم یه چیزی رو از لحاظ عقیدتی اینجوری اینجوری بزنم، اینا دور میدون میگن بزن بزن داغونش کن. خب ولی من خودم تصمیم گرفتم که بیام یه مقدار دقیق تر این چیزا رو بررسی کنیم، یه مقدار مثلا از از علمی، از از فلسفی، از از منطقی، حتی به خودمون سوزن بزنیم، یه مقدار همه چیز سیاسفید فکر نکنیم، یه مقدار مثلا شیر نگیم، فقط از از احساسی سعی نکنیم همه رو ارضا بکنیم، به جای اینکه مثلا بیایم دقیق شکگرا باشیم. ببین من بعضی موقع حتی به یه چیزی هم که نقد دارم مثلا ممکنه شک کنم، بگم خب حالا شاید دارم اشتباه میکنم. خب این از از احساسی، اون ارضایی رو که مثلا بعضیا میان کانالایی که دوست دارم برم ببینم، دوست دارن که مثلا این قهرمانشونه بره وارد جنگ یه چیزی رو داغون کنه، اینا هم دست بزنن یه شوهی رو ببینن خوشحال شن. خب من اون رول خوب نمیتونم بازی کنم، چون میبینن که من دارم میرم وارد جنگ، بعد دارم مثلا با شمشیر میخوام بزنم به طرف مقابل، یه ذره میزنم به خودم، یه ذره دارم میگم من نمیدونم، حالا این ممکنه اشتباه باشه، حالا یه مقدار کسایی هم که جبهه خودمون هستن از این لحاظ این مشکلات خودمون هم داریم، و میگم بابا این چه کاریه، من اومدم که تو قهرمان من بشی علیه قبیله یه قبیله دیگه، تو همش داری میشاشی به قبیله خودمون، میدونی مثلا چی؟ یعنی از لحاظ احساسی اون چیزی رو که خیلی، اون چیزی رو که باعث بشه که مردم دنبال رو، آها ببین، چیزی رو که مردم میخوان اینه که یک نفر رو پیدا کنن که دنبال کنن، مثل دین. خب یعنی یک رهبر میخوان که دنبال روش بشه. خب ولی مثلا چیزایی که من دارم سعی میکنم انجام بدم اینه که هر کسی به خودش و ابزاری رو بیاد دستش که خودش به جای اینکه دنبال روی کسی بشه بیاد از اون ابزار استفاده کنه که منطقی همه چی رو خودش بررسی کنه. خب و خب ببین وقتی که یه سمی کانال یوتیوب داره درست میکنه، بهترین روش برای رشد اینه که تو دنبال رو پیدا کنی، یه سری کسایی رو پیدا کنی که وفادارن بهت، فکر کنن هر چی که خودت میگی حتما میگی درسته، بهت ایمان داشته باشن. خب ولی تو اگه به خودت ایمان نداشته باشی، به خودت هم شک بکنی، دیگه مردم میرن تو خودت هم به خودت شک داری، من برای چی دنبال تو باشم؟ این یه روشی که من دارم استفاده میکنم، بهترین روش ها برای جذب دنبال روی وفادار و اینا نیست، که خب منم اینو نمیخوام اصلا. نه جالبه چیزی که گفتی، ولی از نظر من که کانتنتی که تولید میکنی خیلی خیلی چی هست، ریچ هستش، کانتنت واقعا خیلی کانتنت داری، و من یه موقعی مثلا نگاه میکنم میگم کاشکی مثلا راهایی بود که شاید دلیلش اینه که کانال شما رو کسی زیادی نمیشناسه. من به طور اتفاقی در مدت دو سه هفته است یا یه ماه حدودم پیدا کردم، شاید دلیلش فکر نمیکنی باشه که خیلی ها نمیدونن راجع به کانال تو؟
نه چون من ببین من خودم هم تجربه دارم بعضی موقع ها که یه دفعه هیجانی میشم یه کاری میکنم مثلا به شدت ضد اسلامی یا ضد یه چیزی میگم که واقعا خودم هم نگاه میکنم یه دفعه مثل شعار یه نفر شده که داره وارد میدون جنگ میشه، خب اونا رو دیدم یه دفعه اونا حسابی میگیره، خیلی باهاش حال میکنم. خب من نمیگم اون کارا رو نکنیم، خب من میگم اون کارا رو بکنیم، ولی بیشترم سعی کنیم که مثلا کار دیگه هم انجام بدیم. ولی من دیدم که مثلا یعنی مثلا من حتی تو قسمت انگلیسی منم اینجوریه. خب ما مثلا الان تو قسمت ویدیو کانال انگلیسیمون مثلا ویدیوهایی که داشتم که خیلی بشه مثلا قرآن آتیش میزدم، میرفتم مثلا بدترین قسمت‌های اسلام رو هایلایت میکردم، میگفتم که اینا چرا مزخرفه، یا اینکه مثلا میومدم مثلا برنامه میذاشتم که تو ایران مردم دارن اسلام رو به شدت ول میکنن، اونا به شدت خیلیش مثلا وایرال میشد. خب ولی الان اگه نگاه کنیم مثلا اخبار رو که دنبال میکنیم بعضی موقع میگم که مثلا خیلی میگن که آره ببین مثلا دین اینجا چقدر تاثیر بدی داشته، بعد من میام بررسی میکنم میگم خب ببین مثلا واقعا به خاطر دین این اتفاق افتاده، ممکنه به خاطر دین نباشه، ممکنه این به نظر برسه که به خاطر دین باشه، ولی اینجا ممکنه به خاطر یه اتفاق دیگه ای باشه که یه همچین اتفاق بدی افتاده. یعنی چون هر موقع که چون یه نفر دیندار با این کار انجام داده معنیش نیست که حتما به خاطر دینش این کار انجام داده. خب یعنی چیزای وقتی من میام بررسی میکنم و مثلا مردم اومده انتظار داشتن به عنوان یک آتئیست ضد دین اومدن کلیک کردن انتظار داشتن که من بگم این یه مسیحی به خاطر مسیحیتش همچین جرمی انجام داده، ولی من دارم میام بررسی میکنم که شاید نه، بعد میام نقد میکنم از کسایی که بدون بررسی قبول کردن که نه این مسیحیه به خاطر مسیحیتش این کار، میام نقد میکنم از خود بیخدایانی که اینو بدون یه بررسی قبول کردن. بعد اون این ویدیوهای اینجوریمون دیگه واقعا اون بیننده های قبلی رو دیگه نداره. خب یعنی اون چیز برای این اصلا نیومده بودن تو کانال من، میدونی، برای همین ما حتی بقیه کانالامون هم اینجوریه. حتی من کانال انگلیسی شما رو هنوز نگاه نکردم، حالا بعد برم بعدا نگاه بکنم. از کانال پارسیتون شروع کردم و همونطور که گفتم بعد اون موقعی که پیدا کردم تقریبا سعی میکنم لایواتون رو بیام یا چیزای مثلا اونجایی که ویدیو رو تیکه تیکه میکنی به نظر من آیدیای خیلی خوبیه، بخاطر اینکه کوتاه‌تر میشه و موضوع داره و شما قشنگ میدونی الان کلیک میکنی روی این راجب چه چیزی داری صحبت میکنی. آره منم از افشین تشکر کنم چون من این کار نمیکنم، افشین داره تیکه تیکه میکنه، کلی وقت میذاره، ممنون از افشین. یه چیزی هم بگم، شما لایک بکنین ویدیو ما رو، این تاثیر رو داره. یعنی لطفا لایک بکنین که این ویدیو ها ما بیننده‌هاش بیشتر بشه. یعنی وقتی ما یک کامیونیتی اگه بخوای بسازی، خب یک گروه اگه بخوای بسازی، گروه ساختن اگه قبیله‌ای نباشه واقعا رشدش سخت میشه. خب چون که یعنی ببین هر موقع هر کسای دیگه که دارن یک گروه میسازن همه دور یه چیزی جمع میشن و همه اینو قبول دارن و همه به این وفادارن، ولی من گروه هایی که همیشه من میسازم همیشه بعد از این مدتی خیلی ها میرن ازش، به خاطر اینکه یه گروهیه که خودش به خودش شک داره، همه به همدیگه نقد میکنن و با اینکه این گروه ممکنه به اون شکل روش نکنه، من فکر کنم ارزشش هر کسی که تصمیم بگیره تو این گروه بمونه ارزشش بیشتره، چون یه گروهیه که تو اگه بیای یه حرفی بزنی همه به خاطر وفاداری کسی جلو خودش رو نمیگیره. یعنی لازم چه؟ یعنی یه جایی که تو میتونی نظرتو بذاری، همه بهش حمله بکنن که ببینی که آیا این دوام این بقا پیدا میکنه این نظرت یا نه. میدونی لازم چه؟ یعنی اون احساس مشکلش اینه که ما از به عنوان یک انسان یه جونوری هستیم که احتیاج داریم که به یه قبیله توی قبیله باشیم که همه از ما حمایت میکنن. خب یعنی ما این احتیاج روانی رو داریم. خب و گروه هایی که ما داریم درست میکنیم اینو به شما نمیده، شما یعنی همه بدون هیچ شرط و شروطی از شما حمایت بکنن، ما نمیتونیم اینو به شما بدیم. ما تنها چیزی که داریم میدیم اینه که یه جاییه که مثل یعنی که شما نظراتتون رو بذارین، منم نظرامو میذارم، همه با هم حمله میکنیم. یعنی به جای اینکه همیشه از همه حمایت کنیم، هممون به قاعده همدیگه حمله میکنیم که ببینیم چی دوام پیدا میکنه چی نمیکنه.
نمیدونم راه حلش چیه، ولی خب من اینو ترجیح میدم. اگه قرار باشه رشد نکنیم، اگه قراره که اگه هزینه رشد این باشه که من بیام همون کار شعار بدم و یک کسایی یه آدمایی رو پیدا کنم که بگن آرمین تو هر چی میگی درسته و یک دنبال روی وفادار بدون شرط شروط پیدا بکنم، اگه هزینه‌اش این باشه هم ترجیح میدم که رشد نکنیم. امیدوارم که رشد بکنیم، به خاطر اینکه من فکر میکنم آدمایی هستن که دوست دارن چالش رو دوست دارن و میتونی کامیونیتی، یعنی من میتونم تصور کنم که یک کامیونیتی آدمایی باشه که چالش رو دوست دارن. من خودم مثلا اینجوری ام که دوست ندارم هر چیزی که میگم همه باهاش موافقت بکنن، دوست دارم از دیگرانم چیزی یاد بگیرم. مطمئنم وجود دارن. من شاید گفتم شاید دلیلش این باشه که اون آدما حالا به هر دلیلی همشون راجع به این کامیونیتی که تو داری سعی میکنی رشدش بدین نمیدونن، شاید دلیلش این باشه. خب لطفا معرفی کنین ما رو پس. حتما نه من حتما طرف خودم این کار رو میکنم، ولی دلیلی که اومدم بالا این که تشکر کنم بگیم خسته نباشیم و بعدم همین رو بگم. چاکرین ممنون. خیلی ممنون. مرسی خدا. مرسی خیلی.